فرانسیسکو اسکیتینو، ناخدای بدون کشتی، از روز شنبه زندانی است. این ناخدای 52 ساله مسئول اصلی غرق شدن کشتی کنکوردیا شناخته شده است. طی روزهای گذشته شواهد و مدارک زیادی علیه او جمع شده، از جمله فیلم‌های مربوط به حادثه. حدود ساعت 21 روز جمعه کنکوردیا به ساحل جزیره جیلیو، زادگاه سرمهماندار کشتی، نزدیک شد. ناخدا دستور نزدیک شدن کشتی به ساحل را داد تا با صدای سوت کشتی به ساکنان جزیره سلام دهد. نتیجه این که در ساعت 21:40 دقیقه حادثه روی داد. کشتی به صخره‌ای برخورد کرد که به گفته ناخدا در نقشه‌های دریایی دیده نشده بود. اما ادعای مدیر کشتی کوستا کنکوردیا با گفته‌های ناخدا مغایرت دارد. من میتوانم وجود این صخره را در نقشه نشان دهم. ناخدا به طور مستقل تصمیم به تغییر مسیر کشتی داد. مسیر طی شده آشکارا نشان میدهد که کشتی به ساحل نزدیک شده بود. ارزیابی ناخدا از آن وضعیت با معیارهای کوستا همخوانی ندارد. تا ساعت 22:45 دقیقه، یک ساعت پس از حادثه، ناخدا به مرکز کنترل اخطار نداده بود و ضمن اعلام مشکل قطعی برق اطمینان داده بود که شرایط تحت کنترل است. با توجه به تأخیر ناخدا در اعلام وضعیت پیش آمده، گروه نجات در ساعت 22:58 دقیقه عملیات تخلیه 4200 مسافر و خدمه را آغاز کردند. طبق شواهد ناخدا کشتی را ترک کرد و در ساعت 23:40 دقیقه در ساحل بود، یعنی 6 ساعت قبل از نجات آخرین مسافر. در ساعت 1:46 دقیقه بامداد مرکز کنترل به او دستور برگشت به کشتی و همکاری و نظارت بر عملیات نجات را داد، اما او سرباز زد. تنها به دلیل ترک کشتی احتمالاً 12 سال زندان و به دلیل قتل ناشی از سهل‌انگاری نیز احتمالاً 15 سال زندان در انتظار است. فرانسیسکو اسکیتینو از سال 2006 تا کنون ناخدای کنکوردیا بود. از او به عنوان فردی که بدون توجه به وضعیت مسافران در صدد اثبات توانایی‌های خود بوده یاد می‌شود. افزون بر این، تصمیم او بر ترک بندر مارسی در 17 نوامبر سال گذشته علی‌رغم طوفانی بودن هوا، کل خدمه کشتی را به حیرت واداشته بود.